سلام، صبحتون بخیر. صبح روز دهم سفرمونه، تو شهر وینیپک هستیم، توی منیتوبا اومدیم. یه جای باحال، یه پارک باحال. با من همراه باشین تو این شهر زیبا و قشنگ و این پارک زیباتر. اینجا رو خب اینجایی که هستیم یه محوطه خیلی بزرگ و سرسبزه که برای پیاده روی و پیکنیک و کلی چیزهای دیگه جاهای مختلف داره و یه سری پارک های مختلف تو دل اینجا هست که یکیشو الان میخواییم بریم با هم دیگه ببینیم. کلی از این مجسمه ها و چیزهای باحال داره. بریم ببینیم این باغو. اون ساختمانی که روبرو هست ساختمان گالری شد. اینجا یه قسمتیه که یه سری از نمونه های اثری زیبا و قدیمی میشه. این هم وسایلیه که باهاش درست میکنن این مجسمه ها. His exclusive district of St. Petersburg is an indication of his enormous success in the world of real life. Yes. I've never seen yellow before. خدا یه بار هنوز انقدر ندیدم، انقدر زرد و انقدر زیبا ندیدم. چقدر خوشگل نمیدم. نوشته Garden of Life، باغ زندگی. خیلی قشنگ.
خب از این باغ زیبا داریم خارج میشیم، باغ انگلیسی خیلی زیبا، و بریم ببینیم بقیه محوطه به اون بزرگی که گفتم چی داره. این یه قسمتش بود، با من همراه باشید. یه چیز جالب بخوام بهتون بگم، درخت داره ساختمون رو سوراخ کردن که این درخت داره. این نقشه محوطه هست که کلی جای باحال داره. اگه بشه قراره امروز با همدیگه ببینیم یه سریش. این ساختمون اصلی این پارک هست و یه ساختمون قدیمی خیلی خوشگل. خب تو ادامه این پارک، اون منطقه جالبی که اومدیم، یه دونه باغ وحش خیلی بزرگ داره که کلی حیوانات باحال توشه. بریم این باغ وحش رو هم ببینیم. Good morning. How are you this morning? ورودیشه و سمت چپ تیکت پیام این نقشه کامل این باغ وحشه. بریم که کلی قراره حیوان ببینیم. یه بوفالو بگیم مستر نتسان. هلو، سی های تو کامرا. نزدیکترین حالت به گربه است که درست شدن. دو تا لاما اینجا. Thank you.
don't think he likes his cat on straight money. I know. I think he likes to be a G-baby. بریم این قسمت از این باغ وحش رو ببینیم، جای قشنگی اینجاش. یه شوی مثل که قراره برگزار بشه، ببینیم چیه شوش. Polar bears, caribou, and arctic fox. All animals that people have a place to call home. Winter opens up the land. بعد اونجای اون شوی که دیدیم درباره حیوانات آمریکای شمالی بود، بریم ببینیم دیگه چی داره. سری مجسمه های قدیمیه. توضیحات در مورد دریایی. ادامه راه همون
Let's see him at all. اینجا هم به حالت قدیمی در آوردن. آخر هفته با این اسبا سوار گاری میشن و میچرخن. Hello. Establish. Yes. Yeah, what's he doing? Wake up. I don't know what he's doing. He's doing a little chilly. He's got that tiki. بریم دایناسور ببینیم.
اینجا حیوانات استوایی رو نگه می‌داره. هوای اینجور شهر چیه؟ بمیرمون دیگه چه حیوانات دیگه قسمت مخصوص پروانه هست. Yeah. Oh, yeah, back shoulder. Back shoulder. You just had one on you. You just had one on you. Very cute. خب به پایان گردش امروزمون توی این باغ وحش قشنگ توی شهر وینیپگ رسیدیم. بریم اگه جای دیگه ای هست برای دیدن ببینیم توی شهر وینیپگ و به مسیرمون توی روز دهم ادامه بدیم. با من همراه باشید. خب یه قسمت دیگه ای از پارک اومدم وایسادم و اینجا میشه آتیش روشن کرده و باربیکیو کرد. بعد دیدم یه آتیش نیمه روشنه، گفتم چی بهتر از یه چیزی بخوریم و یه چای زغالی و یه عدسی هم گرم کنیم یه زنیم و جای همگی خالی. این قسمت وینیپگ بیشتر حالت شهر میده. سعی میکنم آروم برم، اگه ماشین پشت سرم نباشه که میتونیم ببینیم بشه. خب تو ادامه گردشمون توی روز دهم تو شهر وینیپگ اومدیم ساختمون پارلمانشون که ساختمون پارلمان ایالت منیتوبا هم هست. با من همراه باشیم با این ویدیو جذاب از ساختمون.
اینجا یاد بودیه که برای واقعه هولوکاست، اینجا نوشته به هولوکاست، اینجا یه نمای یاد بوده که براشون ساخت. اینجا اسم تمام افراد رو نوشتم. متاسفانه نمیشه داخل پارلمان رفت و فیلم گرفت، وگرنه خیلی دوست داشتم این کارو بکنم. امیدوارم که از این قسمت سفرم خوشتون اومده باشه. بریم به ادامه راه. این ویدیو آخریه که از شهر وینیپگ میگیرم و امشب و وینیپگ میمونم بازم و فردا به مسیرمون ادامه میدیم تو روز 11. پس همینجا جلوی ساختمان پارلمان از شما تو روز 10 خدافظی میکنم و منتظر فردا باشین که یه سفر جذاب تو جاده خواهیم داشت. خدافظ.